سلام، امروز میخوام توی این هوای برفی با این کدو حلوایی نقلی یه خاگینه خوشمزه درست کنم که مطمئنم تا حالا تجربهش نکردید. دونه های کدو رو خارج میکنم و کدو رو به چند قسمت برش میزنم. قسمتی که تخمای کدو بهش چسبیده رو برش میزنم و دور میریزم. تخم کدو رو خیلی دوست دارم. اینا رو میشورم، میذارم کاملا خشک بشه، بعد تفتش میدم. بسیار خوش عطر و طعم میشه. کدو رو داخل قابلم میریزم و خیلی کم بهش آب اضافه میکنم. کدو برخلاف ظاهرش خیلی زود میپزه، برای همین با آب خیلی کمی میپزمش. کدو رو تست میکنم. بعد از اینکه کامل پخت، زیر شعله رو خاموش میکنم. میریزمش داخل آبکش تا آب اضافیش کاملا خارج بشه و خنک بشه. بعد از اینکه خنک شد، گوشت کدو رو از پوستش جدا میکنم. برای این خاگینه 2 عدد تخم مرغ در نظر گرفتم. مقدار پوره کدو حلوایی به کار رفته 2/3 لیوان تا 1 لیوان پر مجاز هست برای این تعداد تخم مرغ. بیشتر از این کشش نداره. آفرین به انتخاب مامانم. کدویی رو انتخاب کردن که دقیقاً 1 لیوان پوره ازش در اومد. با پشت چنگال خوب لهش میکنم تا 1 دست بشه. برای این مقدار کدو حلوایی 2 عدد تخم مرغ میزنم. آرد گندم 4 قاشق غذاخوری سرصاف. من با این قاشق اندازه میگیرم. ماست 2 قاشق غذاخوری سرصاف. همه رو خوب هم میزنم. روغن. سعی میکنم از روغن خیلی کمی استفاده کنم. روغن زیادش خوب نیست. برای اینکه خاگینه به کف تابه نچسبه از تابه سرامیکی استفاده میکنم. وقتی روغن داغ شد مایه رو هم میزنم تا از ته نشنی در بیاد. بعد داخل تابه میریزم. ظرف رو کمی تکون میدم تا مایه داخل تابه 1 دست پخش بشه. در ظرف رو میذارم و زیر شعله رو روی ملایم میذارم. وقتی زیر خاگینه خودش رو گرفت، به چند قسمت تقسیمش میکنم. اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. دوباره در ظرف رو میذارم تا زمانی که زیر خاگینه سرخ بشه. وقتی زیر خاگینه سرخ شد، برمیگردونم طرف دیگرش هم سرخ بشه. درشو میذارم که هم سرخ بشه و مغز پخت بشه. تا
توی روز برفی روبی خانوم نشسته جلوی پنجره و داره از برف لذت میبره. طرف دیگه خاگینم سرخ شده. حالا وقتشه که بهش شیره انگور رو اضافه کنم. مقدار شیره انگور بسته به ذائقه است. مامانم دوست داره دوشابش زیاد باشه. ما به شیره انگور دوشاب میگیم. منم کم شیرین دوست دارم. بعد از چند دقیقه برش میگردونم تا طرف دیگرشم داخل شیره قرار بگیره. حتما درستش کنید. مطمئنم عاشقش میشید. خیلی نرم و لطیف و سبکه نسبت به خاگینه های معمولی که درست میشه. حتی وقتی که بیات میشه بازم اون نرمی و لطافتش رو حفظ میکنه. تا اینجای ویدیو، اگر از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک بکنید که لایک شما باعث دلگرمی منه. غلظت شیره انگور به این اندازه که رسید زیر شعله رو خاموش میکنم. بیشتر از این اگه روی حرارت بمونه شیره میسوزه، تلخ میشه و سفت میشه. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. برام بنویسید که شما با کدو حلوایی چه نوع خوراکی هایی درست میکنید.